بخش 65 ربع اول جزء 7 قرآن کریم شامل آیات اول تا 50 سوره مبارکه انبیا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سوره مبارکه انبیا 112 آیه داره که در مکه مکرمه شرف نزول یافته است. آیات اول تا ششم سوره مبارکه انبیا ذکر و بیان غفلت مردم از حساب در روز قیامت است. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون. روز حساب مردم نزدیک شده است در حالی که آنها در بیخبری قرار دارند و روی میگردانند. ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون. و هیچ پند تازه از پروردگارشان بر آنان نمی آید جز آن که آن را می شنوند و به بازیچه می گیرند. لاهیتا قلوبهم و اسر النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم. و این در حالی است که دلهایشان در لهو و بازی فرو رفته است و افراد ستمکار در پنهانی نجوا کردند و گفتند آیا جز این است که او بشری مانند شماست؟ افتأتون السحر و انتم تبصرون. آیا سر را خواهید پذیرفت در حالی که با چشمان باز آن را میبینید؟ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض و هو السمیع العلیم. پیامبر گفت پروردگار من همه سخنان را می داند چی در آسمان باشد و یا زمین و او شنوای داناست. بل قالوا ادغاث و احلام بل افتراه بل هو شاعر. بلکه مشرکان گفتند اینان یعنی آیات قرآن خوابهای آشفته است و آن را به دروغ افترا بسته است بلکه او شاعر است. فلیأتنا بآیه کما ارسل الاولون. و اگر راست میگویید پس نشانه و معجزه برای ما از آن گونه که پیامبران پیشین فرستاده شدند بیاورید. ما آمنت قبلهم من قریه اهلکناها افهم یؤمنون. که البته پیش از آنها هر قریه ای را که ایمان نیاوردند هلاک کردیم. آیا اینها ایمان می آورند؟ و ما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين.
لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. آیات 7 تا 10 سوره مبارکه انبیا ذکر و بیان بشریت پیامبر اسلام و اینکه قرآن پند و اندرز است. و ما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم و ما رسولان را پیش از تو نفرستادیم جز مردانی که به آنان وحی می‌کردیم. فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پس از اهل کتاب بپرسید که اگر نمیدانید. و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام و ما کانوا خالدین. و ما ایشان را جسدهای قرار ندادیم که غذا نخورند و آنان هرگز عمر جاویدان نداشتند. ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم و من نشاء و اهلکنا المسرفین. سپس به وعده خود وفا کردیم و آنها و هر آن کی را که خواستیم نجات دادیم و مسرفان را هلاک نمودیم. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. به تحقیق به سوی شما کتابی را نازل کردیم که ذکر و یاد شما در آن می باشد. آیا تعقل نمی ورزید؟ و کم قصمنا من قریت کانت ظالمت و انشأنا بعدها قوما آخرین فلما احسوا بأسنا اذا هم منها یرکضون لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون. قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. آيات 11 تا 20 سوره مباركه انبياء ذكر و بيان انذار به عذابهای مولک الهی است و یادآوری از شگفتی‌های آفرینش پروردگار. و کم قسمنا من قریه کانت ظالمه و انشأنا بعدها قوما آخرین. و چی بسا قریه‌های را که ستم کردند در هم شکستیم و به جایشان مردم دیگری را پدید آوردیم. فلما احسوا بأسنا اذا هم منها یرکزون. که چون عذاب ما را احساس کردند از آنجا ناگهان گریختند. لا ترکزو ورجعو الى ما اترفتون فیه و مساکنکم لعلکم تسألون. که گفتیم مگریزید و به سویس خانه هایتان و نعمتهایی که در آن آسوده بودید بازگردید باشد که مورد پرسش قرار یابید. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین. که گفتند ای وای بر ما که ما ستمکار بودیم. فما زالت تلک دعواهم حتی جعلناهم حصیدا خامدین. و پیوسته فریادشان این بود تا اینکه آنان را چون کشت درو شده خاموش گرداندیم. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. و ما آسمان و زمین
و آنچه در میان آن دو قرار دارند را به بازیچه نیافریدیم. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین. که اگر میخواستیم بازیچه و سرگرمی انتخاب کنیم و چنانچه کننده این کار بودیم آن را از نزد ذات خود یعنی مطابق شأن خود انتخاب میکردیم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. بلکه ما حق را بر باطل میافکنیم پس آن را در هم میشکند و آنگاه باطل نابود میگردد. ولکم الویل مما تصفون. و وای بر شما ای مشرکان از آنچه توصیف میدارید. وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. و هر آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و آنانی که نزد او اند از عبادتش سرکشی نمی دارند. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. و هرگز از اینکه شب روز تسبیح او را گویند خسته و سست نمی گردند. ام اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. آیات 21 تا 24 سوره مبارکه انبیا ذکر و بیان توبیخ مشرکان و اثبات وحدانیت پروردگار است که قرآن کریم با آن می‌پردازد. ام اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون. آیا معبودان از زمین اختیار کردند که مرده‌ها را دوباره برمی‌انگیزد؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. اگر در زمین و آسمان جز خداوند معبودان می بود حتما هر دو زمین و آسمان فاسد و تباه می گردیدند. فسبحان الله رب العرش عما یصفون. پس منزه است خداوند پروردگار عرش از آنچه آنها توصیف می دارند. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. خداوند بازخواست نمی شود از آنچی می کند ولی آنان بازخواست می گردند از آنچی که انجام می دهند. ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. آیا به جز او معبودان را برگزیده اند؟ بگو دلایل خود را بیاورید. هذا ذکر من معی و ذکر من قبلی. این قرآن پند کسانی است که با منند و نیز پند آنانی که پیش از من بودند. بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون. که بیشترشان حق را نمی دانند لذا آنان از آن روی گردان می شوند. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه
فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. آیات 25 تا 29 سوره مبارکه انبیا ذکر و بیان است که همه پیامبران از جانب پروردگار فرستاده شدند و دعوتشان به یک تا پرستی بود. و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه، و ما پیش از تو هیچ پیامبر را نفرستادیم مگر اینکه بر وی وحی کردیم. انه لا اله الا انا فعبدون، که معبود به حق جز من نیست پس تنها مرا بپرستید. و قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، و گفتند که خداوند رحمان فرزندی را از فرشتگان برگزیده است، در حالی که او منزه است، بلکه آنان یعنی فرشتگان بندگان گرامی خداوندند. لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، که هرگز در سخن بر او پیشی نگیرند و آنها تنها به فرمان او عمل می نمایند. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضا، و خداوند می داند آنچی پیش روی آنهاست و آنچی که پشت سرشان است، و جز برای کسی که پروردگار من بپسندد شفاعت نمی دارند. و هم من خشیته مشفقون، و ایشان از ترس او بیمناکند. و من یقل منهم انی اله من دونه، و هرگاه یکی از آنان بگوید که من معبودی به جای خداوندم، فذلک نجزیه جهنم کذلک نجزی الظالمین، پس سزای چنین کسی را جهنم میدهیم و بدین سان ظالمان را سزا میدهیم. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. آيات 30 تا 33 سوره مبارکه انبیا ذکر و بیان توبیخ مشرکان در عدم تدبرشان بر آفرینش پروردگار است که قرآن کریم آنها را توبیخ می‌دارد. اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، آیا کسانی که کافر شدند ندیدند که آسمانها و زمین به هم پیوسته بودند و ما آنها را از هم شکافتیم؟ و جعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون، و از آب هر چیز زنده ای را آفریدیم آیا ایمان نمی آورند؟ و جعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم، و در زمین کوههای را استوار قرار دادیم تا مبادا آنها را بلرزاند. و جعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، و در آن راه‌های فراخ پدید آوردیم باشد که آنان راه یابند. و جعلنا السماء سقفا محفوظا، و آسمان را نیز سقف محفوظ قرار دادیم. و هم عن آیاتها معرضون، که آنها باز هم از آیات پروردگارشان روی می‌گردانند. و هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، و او ذاتی است که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید.
کل فی فلک یسبحون، که هر یکیشان در مدار خیش شناورند. و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افا ان مت فهم الخالدون کل نفس ذائقت الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. آیات 34 تا 37 سوره مبارکه انبیا ذکر و بیان است که زمان میرسه که همه موجودات را مرگ فرا میرسه و قیامت هم به صورت ناگهانی آمده نیست. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، و ای پیامبر قبل از تو برای هیچ بشری جاویدانگی قرار ندادیم. اف این مت فهم الخالدون، آیا اگر تو بمیری آنان جاویدان خواهند ماند؟ کل نفس ذائقت الموت، هر نفسی چشنده مرگ است. و نبلوکم بالشر والخیر فتنه و الینا ترجعون، و ما شما را به خیر و شر آزمایش می داریم و حتما به سوی ما بازگردانده می شوید. و اذا رآک الذین کفروا ان یتخذونک الا هزوا، و کسانی که کافر شدند وقتی که تو را می بینند با تو جز با استهزا برخورد نمی دارند. اهذا الذی یذکر آلهتکم و هم به ذکر رحمان هم کافرون، و می گویند آیا این همان کسانی است که معبودان شما را به بدی یاد می نماید در حالی که آنان خود یاد خداوند رحمان را منکر می گردند. خلق الانسان من عجل، انسان طبیعتاً در آفرینش عجلکار است. سأوریکم آیاتی فلا تستعجلون، که به زودی آیات و معجزات خود را برای شما نشان خواهیم داد، پس هرگز شتاب ندارید. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. آیات 38 تا 41 سوره مبارکه انبیا ذکر و بیان است که قیامت آمده نیست و وعده آن حتمی و عذاب الهی حتما فرا میرسد. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، و میگویند اگر راست میگویید وعده قیامت کی خواهد بود. لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ینصرون، اگر میدانستند کسانی که کافر شدند که با رسیدن قیامت هرگز نمیتوانند آتش را از چهره ها و پشت هایشان دور سازند و نه کسی آنان را یاری خواهد کرد. بل تأتیهم بغتتن فتبهتهم فلا یستطیعون ردها
ولا هم ينظرون، بلکه قیامت ناگهانی به سراغشان خواهد آمد که مبهوتشان می سازد و آنها نمی توانند آن را دفع سازند و نه هم به ایشان مهلت داده شود. ولقد استهزئ برسل من قبلک، و براستی که پیش از تو بسیاری از پیامبران نیز به مسخره گرفته شدند. فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون، پس همان کسانی که آنان را مسخره می کردند ریشخندشان گریبانگیر خودشان گردید. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. آیات 42 تا 47 سوره مبارکه انبیا ذکر و بیانی است که خداوند حافظ انسان است و عادل است در حساب و میزان در رابطه با انسان. قل من یکلؤکم باللیل و النهار من الرحمن، بگو ای پیامبر چه کسی شما را در شب روز از عذاب خداوند رحمان حفظ می دارد؟ بل هم عن ذکر ربهم موردون، که البته آنان از یاد و ذکر پروردگارشان نیز روی گردانند. ام لهم آلهتون، آیا خدایان غیر از ما دارند؟ تمنعهم من دوننا، که آنان را در برابر ما نگه می دارند. لا یستطیعون نصر انفسهم ولا هم منا یسحبون، که آنان نمی توانند خود را یاری کنند و نه محفوظ از عذاب ما خواهند بود. بل متعنا هؤلاء و آباءهم، بلکه ما آنها و پدرانشان را در دنیا بهرمند ساختیم. حتی طال علیهم العمر، تا جایی که عمرشان به درازا کشید. افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون، آیا نمی بینن که ما به سراغ سرزمین های کفر نشین می رویم و از اطراف آن می کاهیم؟ آیا باز هم آنان پیروز می باشند؟ قل انما انذرکم بالوحی، بگو ای پیامبر من شما را به وسیله وحی بیم می دهم. ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، ولی آنانی که گوشهایشان کر است آنگاه که بیم داده می شوند سخن را نمی شنوند. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، و اگر اندکی از عذاب پروردگارت به آنان برسد، لیقولن یا ویلنا انا کنا ظالمین، پس قطعا خواهند گفت ای وای بر ما که ظالم بوده ایم. و ندع الموازین القسط لیوم القیامه، و
و ترازوهای عدالت را در روز قیامت می نهیم. فلا تظلم نفس شیئا، که بر هیچ کس هیچ ستمی نمی گردد. و این کان مثقال حبت من خردل، اگرچه به اندازه هسته خرما باشد. اتینا بها و کفا بنا حاسبین، که آن را نیز به حساب می آوریم و حساب رسی ما کافی است. ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. آيات 48 تا 50 سورة مباركة انبياء ذكر و بيان مقارنة ميان ويجيگه های قرآن کریم و تورات است که قرآن کریم با آن میپردازد. ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان، و به حقیقت ما به موسی و هارون فرقان، یعنی توان تشخیص حق از باطل را دادیم. و ضیاء و ذکرا للمتقین، و نیز برای پریزگاران روشنایی و پند عطا کردیم. الذین یخشون ربهم بالغیب، آنانی که از پروردگارشان در نهان می ترسند. و هم من الساعت مشفقون، و آنان از قیامت بیم دارند. و هذا ذکر مبارک انزلناه، و این قرآن را که بر تو نازل کردیم ذکر مبارکی قرار دادیم. اف انتم له منکرون، آیا شما آن را انکار می دارید؟ وَلَقَدْ اللَّهُ